فصل نهم. او همچنین فرمود: یقین بدانید که بعضی از کسانی که در اینجا ایستادن تا پادشاهی خدا را که با قدرت می آید نبینن نخواهند مرد. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمی تواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمی‌دانست چه می‌گوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می‌گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. آنها فوراً به اطراف نگاه کردند، اما هیچ کس را ندیدند، فقط عیسی با آنان بود. وقتی آنها از کوه پایین می‌آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیدن تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا ملایان میگویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بلی، الیاس اول میآید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا کتاب مقدس میگوید که پسر انسان باید متحمل رنج‌های بسیاری شده و خار و خفیف شود؟ به شما میگویم همانطور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هر چه خواستند با او کردند. وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و ملایان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد. دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم آن را بیرون کنند، اما نتوانستم. عیسی با آنها گفت: شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید، پسر را دچار حمله سختی ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می‌زد. عیسی از پدر او پرسید: چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد: از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش میانداخت، به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت مقدور است، به ما ترحم نموده کمک کن. عیسی فرمود: اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: من ایمان دارم، ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی عیسی دید که مردم جمع می‌شوند، با پرخاش به روح ناپاک فرمود: ای روح کرولال، به تو فرمان می‌دهم که از او بیرون بیای و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره‌ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای می‌گفتند او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سرپا ایستاد. عیسی به خانه رفت
و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجاست، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کش، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. آنها به کفرناحوم آمدند. وقتی در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می‌کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می‌خواهد اول شود باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. یوحنا عرض کرد ای استاد، ما مردی را دیدیم که دیوها را با ذکر نام تو بیرون می‌کرد، اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع او شویم. عیسی فرمود مانع کار او نشوید، زیرا هر که با ذکر نام من معجزه‌ای بکند نمیتواند در همان دم از من بد بگوید، چون هر که بر ضد ما نباشد با ماست. یقین بدانید هر که به شما به خاطر اینکه پیروان مسیح هستید جرعه آب بدهد به هیچ وجه بی اوج نخواهد ماند، اما هر کسی که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند گمراه سازد برای او بهتر است که با سنگ آسیایی به دور گردن خود به دریا انداخته شود. پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود آن را ببر، زیرا بهتر است بدون دست وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیفتی، یعنی به آتشی که خاموشی نمی پذیرد، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر پایت تو را گمراه کند آن را ببر، زیرا بهتر است که لنگ وارد حیات شوی از اینکه با دو پا به جهنم انداخته شوی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر چشمت تو را منحرف سازد آن را درآور، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از اینکه با دو چشم به جهنم بیفتی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. چون همه با آتش نمکین میشوند. نمک چیز خوبی است، اما اگر مزه خود را از دست بدهد دیگر به چه وسیله ای میتواند مزه خود را بازیابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی